جوانب آن فرو می کاهیم، آیا باز هم آنان پیروزند؟ بگو من شما را فقط به وسیله وحی هشدار می دهم، ولی چون کران بیم داده شوند دعوت را نمی شنوند. و اگر شمه ای از عذاب پروردگارت به آنان برسد، خواهند گفت ای وای بر ما که ستمکار بودیم. و ترازوهای داد را در روز رستاخیز می نهیم، پس هیچ کس در چیزی ستم نمی بیند. و اگر عمل هم وزن دانه خردلی باشد، آن را می آوریم و کافی است که ما حساب رس باشیم. و در حقیقت به موسی و هارون فرقان دادیم و کتابشان برای پرهیزگاران روشنایی و اندرزی است. همان کسانی که از پروردگارشان در نهان می ترسند و از قیامت هراسناکند. و این کتاب که آن را نازل کرده ایم، پندی خجسته است. آیا باز هم آن را انکار می کنید؟ و در حقیقت پیش از آن به ابراهیم رشد فکریش را دادیم و ما به شایستگی او دانا بودیم. آنگاه که به پدر خود و قومش گفت، این مجسمه هایی که شما ملازم آنها شده اید چیستند؟ گفتند پدران خود را پرستندگان آنها یافتیم. گفت قطعا شما و پدرانتان در گمراهی آشکاری بودید. گفتند آیا حق را برای ما آورده ای یا تو از شوخی کنندگانی؟ گفت نه، بلکه پروردگارتان پروردگار آسمانها و زمین است، همان کسی که آنها را پدید آورده است، و من بر این واقعیت از گواهانم. و سوگند به خدا که پس از آن که پشت کردید و رفتید، قطعا در کار بتانتان تدبیری خواهم کرد. پس آنها را جز بزرگترشان را ریز ریز کرد، باشد که ایشان به سراغ آن بروند. گفتند چه کسی با خدایان ما چنین معامله‌ای کرده که او واقعا از ستمکاران است؟ گفتند شنیدیم جوانی از آنها به بدی یاد می کرد که به او ابراهیم گفته می شود. گفتند پس او را در برابر دیدگان مردم بیاورید، باشد که آنان شهادت دهند. گفتند ای ابراهیم، آیا تو با خدایان ما چنین کردی؟ گفت نه، بلکه آن را این بزرگترشان کرده است. اگر سخن میگویند از آنها بپرسید. پس به خود آمده و به یکدیگر گفتند در حقیقت شما ستمکارید. سپس سرافکنده شدند و گفتند قطعا دانسته ای که اینها سخن نمیگویند. گفت آیا جز خدا چیزی را میپرستید که هیچ سود و زیانی به شما نمی رساند؟ اف بر شما و بر آن چه غیر از خدا می پرستید، مگر نمی اندیشید؟ گفتند اگر کاری می کنید او را بسوزانید و خدایانتان را یاری دهید. گفتیم ای آتش، برای ابراهیم سرد و بی آسیب باش. و خواستند به او نیرنگی بزنند، ولی آنان را زیانکارترین مردم قرار دادیم. و او و لوط را برای رفتن به سوی آن سرزمینی که برای جهانیان در آن برکت نهاده بودیم رهانیدیم. و اسحاق و یعقوب را به عنوان نعمتی افزون به او بخشودیم و همه را از شایستگان قرار دادیم. و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می کردند و به ایشان انجام دادن کارهای نیک و برپا داشتن نماز و دادن زکات را وحی کردیم و آنان پرستنده ما بودند. و به لوط حکمت و دانش عطا کردیم و
و او را از آن شهری که مردمش کارهای پلید جنسی می کردند نجات دادیم. به راستی آنها گروه بد و منحرفی بودند. و او را در رحمت خیش داخل کردیم، زیرا او از شایستگان بود. و نوح را یاد کن، آنگاه که پیش از سایر پیامبران ندا کرد، پس ما او را اجابت کردیم و وی را با خانواده‌اش از بلای بزرگ رهانیدیم. و او را در برابر مردمی که نشانه‌های ما را به دروغ گرفته بودند پیروزی بخشیدیم. چرا که آنان مردم بدی بودند، پس همه ایشان را غرق کردیم. و داوود و سلیمان را یاد کن، هنگامی که درباره آن کشتزار که گوسفندان مردم شب هنگام در آن چریده بودند، داوری می کردند و ما شاهد داوری آنان بودیم. پس آن داوری را به سلیمان فهمانیدیم و به هر یک از آن دو حکمت و دانش عطا کردیم و کوه‌ها را با داوود و پرندگان به نیایش واداشتیم و ما کننده این کار بودیم. و به داوود فن زره سازی آموختیم تا شما را از خطرات جنگتان حفظ کند. پس آیا شما سپاسگزارید؟ و برای سلیمان تندباد را رام کردیم که به فرمان او به سوی سرزمینی که در آن برکت نهاده بودیم جریان می‌یافت و ما به هر چیزی دانا بودیم. و برخی از شیاطین بودند که برای او قواسی و کارهای غیر از آن می‌کردند و ما مراقب حال آنان بودیم. و ایوب را یاد کن، هنگامی که پروردگارش را ندا داد که به من آسیب رسیده است و توی مهربانترین مهربانان. پس دعای او را اجابت نمودیم و آسیب وارده بر او را برطرف کردیم و کسان او و نظیرشان را همراه با آنان مجدداً به وی عطا کردیم تا رحمتی از جانب ما و عبرتی برای عبادت کنندگان باشد. و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را یاد کن که همه از شکیبایان بودند. و آنان را در رحمت خود داخل نمودیم، چرا که ایشان از شایستگان بودند. و ذنون را یاد کن، آنگاه که خشمگین رفت و پنداش که ما هرگز بر او قدرتی نداریم، تا در دل تاریکی ها ندا در داد که معبودی جز تو نیست، منزهی تو، راستی که من از ستمکاران بودم. پس دعای او را برآورده کردیم و او را از اندوه رهانیدیم و مؤمنان را نیز چنین نجات می دهیم. و زکریا را یاد کن، هنگامی که پروردگار خود را خواند، پروردگارا مرا تنها مگذار و تو بهترین ارث برندگانی. پس دعای او را اجابت نمودیم و یحیی را بدو بخشیدیم و همسرش را برای او شایسته و آماده حمل کردیم، زیرا آنان در کارهای نیک شتاب می نمودند و ما را از روی رغبت و بیم می‌خواندند و در برابر ما فروتن بودند. و آن زن را یاد کن که خود را پاک دامن نگاه داشت و از روح خیش در او دمیدیم و او و پسر